چرا همیشه فکر میکنید در جریان این اعتراض‌ها یا هر اتفاقی از این دست خبرنگاران اولین افرادی هستند که تحت فشارهای امنیتی قرار میگیرن؟ واقعیت این است که خبرنگار در عین آنی که میتواند اطلاع رسانی کند در این حال شاهد واقع هم هست، یعنی شاهدینی هستند که آنچه بر کشور بر رویدادهایی که بر آن میگذرد میگذرند و میبینند و منعکس میکنند. به همین دلیل هم هست که به ویژه در جمهوری اسلامی از همان فردای انقلاب مسئله اطلاع رسانی و مسئله خبر مسئله اصلی حاکمیت بوده و در طی این سالها به ویژه روزنامه نگاران در هدف اصلی حاکمیت برای سرکوب بودند. در همین آماریو که خانم کیمیایی عزیز دادند و درست هم هست، تقریبا ما میبینیم تعداد زیادی از روزنامه نگارانی هستند که عکاسند. عکاس همیشه در طی این مدت بوده، یعنی در هر رویدادی آنچه که شاهدین منعکس کردند، آنچه که شاهدین ثبت کردند و برای اطلاع رسانی منتشر شده تونسته خب آگاهیگری را بیشتر کنه و در این رابطه هم جمهوری اسلامی همواره در مقابل اطلاع رسانی آزاد و مستقل تلاش کرده که به قول خودشون سرنخهای اصلی، سرچشمه‌های اصلی رو بخوش کنن. این تعداد بازداشت و به ویژه این تعداد زن روزنامه‌نگار به طور واقعی بی سابقه است، اما در این حال ما همواره با این توطئه‌ها روبرو بودیم. خانم حامد، نیلوفر حامدی و الهه محمدی نقش زیادی در اطلاع رسانی مرگ مهسا نداشتند. اینو هم دبیر بخششون، هم مسئولین بخش، هم روزنامه نگاران و هم همه تلاشگران بر این مسئله تاکید کردن. ولی شما به یاد دارین خانم وحیدی راد که پیش از این هم روزنامه نگاران بازداشت می‌شدند تا چشم روباه رو کور کنند و هر بار این مسئله وابستگی به خارج و ارتباط با بیگانه در رابطه با روزنامه نگاران تر شده. من پیشتر از این هم گفتم دست کم روی 200 پرونده در این باره کار کردم که هیچگاه و هیچگاه حتی در دادگاه‌های بیدادگاه جمهوری اسلامی که متهم محروم از همه حقوق خودشه نتونستن این اتهام‌ها رو به اصطلاح ثابت کنن.